یک شنبه بعد از عید قیام رو خیلی دوست دارم. کسی میتونه بگه چرا؟ آمین زنده است. اما یک شنبه بعد از قیام رو من خیلی دوست دارم، چون فکر کنم میتونه روشن است. یک شنبه بعد از قیام رو من خیلی دوست دارم، چون تا قیام هر کاری رو که انجام شده خود عیسی مسیح کرده. کاری رو که ما کردیم گناه، خباثت، تاریکی، شرارت، و عیسی مسیح میاد به خاطر گناهای ما میره روی صلیب، جان مبارکش رو میده، میره توی قبر، اما بعد از 3 روز از مردگان قیام میکنه و الان بر دست راست خدای پدر نشسته و تمامی قدرت در دستهای اوست. میخوام چند لحظه با هم بایستیم و به جای اینکه من رو که از زندان اومدم تشویق کنیم، چند لحظه خداوند رو برای کار پرجلالش تشویق کنیم. خداوند رو بپرستیم برای اینکه هر گناهی رو که زندگی ما شست، هر لعنتی رو به قهقرا برد و امروز ما در اون زنده هستیم، قیام داریم و میتونیم بگیم هاللویا با هم دیگه. هاللویا. خداوند رو به نام عیسی مسیح به حضور تو میاریم، نام قدوس تو رو برمی‌افرازیم خداوند. هر تاریکی رو در هم شکستی خداوند، هر گناه رو فرو ریختی خداوند، هر زلالت رو خداوند تو به قهقرا بردی و امروز در تو ما این قوت و قیام رو داریم که چون فرزندان حاضر بشیم و بگیم خداوند با تمام وجودمون میپرستیم، با تمام وجودمون میستاییم، تو رب و لبا شاه شاهان خدای قدوس هستی. هر زانوی در حضور تو خم میشه و هر زبانی به خداوندی تو اعتراف میکنه، دیروز امروز تا ابد همانی. جلال جلال و جلال از آن توست و نه هیچ انسانی خداوند. نام قدوس تو را در اعلیین برمی‌افرازیم، اعلام میکنیم خداوند که با بدن تو، با جسد تو در عیسی مسیح بر صلیب یک شدیم ای خداوند. و امروز خداوند بر دست راست تو، بر دست راست تو نشسته ایم و بر آسمان و زمین قدرت یافته ایم تا پیغام انجیل تو رو به همگان اعلام کنیم، تا پیغام انجیل تو رو به تاریکی ها ببریم، تا پیغام انجیل تو رو به جاهایی ببریم که هیچ انسانی نمیتونه بره، تا پیغام انجیل رو تو به زندان های جمهوری اسلامی ببریم، تا اونجا آنان که خداوند منتظر نجات تو هستن، آنان که منتظر حیات تو هستن، آنان که منتظر قیام تو هستن، اون رو تجربه کنن و زندگی اونها از جلال تا به جلال تغییر کنه، از جلال تا به جلال زندگی مالی اونها، زندگی روحانی اونها، زندگی روابطی اونها، کشوری که ایزوله شده، تنها مونده توی دنیا، تا همه این لعنت ها به نام عیسی مسیح شکسته بشه. هر آنگاه که ما با قلب و جان و وجود به تو ایمان میاریم و نام تو را خداوند خدا میخوانیم، تمامی جلال از نام تو است. آمین. اما کار اینجا تموم نمیشه، کار دارم با تو، دوباره میخوام بلندت کنم ولی چند دقیقه بعد چی هست اینجا. من هفته بعد از قیام رو دوست دارم، ببخشید من همیشه با این منبع مشکل دارم، دوست دارم شده. هفته بعد از قیام رو من دوست دارم چون اینجاش دیگه ربط به عیسی مسیح نداره. تمام کاری که لازم بود رو روی صلیب انجام داد، به خاطر گناهان ما مرد، تمام لعنت و کثافت و لجن زندگی ما رو بر خودش گرفت، دفع کرد و بعد قیام کرد و الان سر جاش بر تخت سلطنت در آسمان نشسته و تمامی قدرت در آسمان و زمین و زیر زمین به دستای اون سپرده شده. قدرت نه دست ترامپ، نه دست خامنه ای، نه دست من، نه دست شما، دست عیسی مسیح خداوند. آمین. اگرچه من دونالد ترامپ رو خیلی دوست دارم و ساپورت میکنم، اما پیغام بعد از هفته بعد از قیام مربوط به تک تک من و شماست که اینجا نشستیم با خیال راحت، توی آزادی، توی برکت، توی ایمان به عیسی مسیح که بزرگترین برکت زندگی هست. خیلی وقت وقتی افسوس رو میخونیم میگه خداوند که ما رو مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی. بعضی وقتا جیبامو نگاه میکنیم خیلی پول توش نیست، اون برکت فقط اون نیست، برکت روحانی در جایهای آسمانی. هر کی که عیسی مسیح رو داره از این برکت بهره مند شده. من و شما این برکت رو داریم، دوستان عزیز، برادران و خواهران آینده ما هنوز اون رو ندارن. هفته بعد از قیام
مهمه چون دیگه مسئولیت خدا نیست. نوبت من و شماست که روی صندلی ها نشستیم و داریم از این آزادی و از این پیغام انجیل لذت میبریم و استفاده میکنیم. این دفعه نوبت ماست. خداوند کار خودش رو به بهترینم، به زیباترینم، با فداکارانه ترین روش انجام داد روی صلیب تا این پیغام رو بیاد دو دستی به ما تقدیم بکنه، همونطور که روی صلیب همه جان و وجودش رو داد و گفت تمام شد. یکی از کارهایی که تمام شد ریشه گناه در زندگی ما بود، اما کار دیگه‌ای که تمام شد کار عیسی مسیح روی زمین بود. نشسته از اینجا به بعد نگاه می‌کنه ببینه رسول چی کار می‌کنه، سعید چی کار می‌کنه، طاهره چی کار می‌کنه، کلیسا چی کار می‌کنه و برای تک تک ما مأموریت و نقشه‌ای داره. چند نفر اینجا واقعا می‌دونن که نقشه و مأموریت خدا برای زندگیشون چی هست؟ من این 134مین شهریه که توی سال گذشته میام و خیلی از کلیساها، خیلی از ایماندارا، حتی توی خیابون میرم و افراد صحبت میکنن. وقتی از ایماندارا میپرسی رویای تو چیست؟ نقشه و برنامه‌ای که خدا برات داره چیه؟ شاید درصد بالایی از ایماندارا واقعا نمیدونن که نقشه و برنامه و هدف خدا برای زندگی شخصی اونها چیه. همه ما میدونیم که به خون عیسی مسیح خریده شدیم، شسته شدیم، به وسیله روح القدس پر شدیم و خداوند به ما گفته رفته امتها رو شاگرد بسازید، به نام پدر، پسر و روح القدس ایشان رو تعمید بدید. اما واقعا چقدر وقت و انرژی دعاهامون، وقت و انرژی زندگیمون روی این مسئله و روی این محور میچرخه؟ چقدر حاضریم که کامفورت زون خودمونو، این کشتی امن زندگی خودمونو که بالاش نشستیم ول کنیم و بیایم بریم توی زندگی شخصی مردم، بیایم بریم توی ایران، بیایم بریم جایی که تاریک هست، بریم جایی که هیچ انسانی نمیره و دست محبتی باشیم برای شونه‌ای که دستی نداره، برای انسانی که هیچ کسی رو نداره که اشکش رو پاک بکنه؟ خیلی وقتا ما داریم از اون لذت استفاده میکنیم، از اون برکت استفاده میکنیم، اما واقعا عمیقا اون رو توی زندگیمون به کار نمیگیم. پیمان زندگی من و آنچه رو که تجربه کردم و زندگیم عوض شد رو امروز با شما در میون میگذارم. اما قبل از اون میخواستم که مادرم بیاد بالا و اگر میکروفون رو بهشون بدی چند کلمه که خدا به قلبشون گذاشته با شما بگه. رو صندلیاتون بستید، کمرها رو و در مورد زندان واقعا خوشحالم که در عیسی مسیح ما همیشه پیروز هستیم. لطف خداونده که میتونه ما رو شامل آلمون بکنه و اجازه میده اون با فروتنیش، با لطفش، با برکتش که در اون و با اون باشیم. وقتی ما اینو تعیید میکنیم به عیسی مسیح و با زبانمون، قلبمون مهره محکمی میزنیم بر پایه و اساس مسیحیت زنده خود مسیح و زنده بودنش، این قادریت مطلق مسیح رو بر ما آشکار میکنه و اینجاست که اجازه میده ما در سختی و تنگی فقط به او فکر بکنیم و در او باشیم و به او اعتماد کنیم. همینطور که سعید خب در زندان بود، برای من خیلی سخت بود، درد آور بود، واقعا کشنده بود، برای که روزها میرفتم ساعتها پای زندان اوین، پای اون در میشستم که شاید از پسرم خبری بدم به من که حتی کجا هست یا اصلا داخل اون زندان من میتونم اینو ببینم، ملاقات داشته باشم. ولی اونا با دلهای سنگشون تناب محکمی رو بر گلوی ما مینداختن و فشار میدادن و میخواستن خفه بشیم به خاطری که فقط محکوم هستیم که در مسیح زندگی میکنیم و این از خداوند نبود، چون خداوند فرزندانش رو میخواد که نور و نمک باشن. و همینطور که ما هر جا پا میذاریم، خود شخص من وقتی به ملاقات سعید میرفتم زندان رجای شهر از تهران تا کرج با مترو، با اتوبوس، با هر وسیله که میرفتم، من صلیب همراه نداشتم ولی رفتار و کردار من و اون روحی که در من بود و مرتب در دعا و پرستش بودم از من میپرسیدن شما چی میگی با خودت؟ چی داری نگاه میکنی؟ چی میگی؟ و میگفتم اسم عیسی مسیح بر زبان من است. آمین.
اسلام حتما شما با همین راحتی ارتباط برقرار میکنید. گفتم همین عیسی مسیح زنده است و وقتی شما اونو صدا کنید و بخواید اون جلوتر از شما میاد و قدم بر چشمان شما میذاره، بر قلب شما میذاره. اون نور هست، نمیخواد شما تو تاریکی بمونید. و من وقتی سعید باردار بودم بدون این که اصلا بدونم مسیح کی هست و مریم و مقدس رو به عنوان دختر 16 ساله که باردار بودم و میشناختم و میدونستم که فقط ژانویا کریسمس ها تلویزیون ایران نشون میداد و چون منزلمون نزدیک کلیسای جماعت ربانی بود وقتی اونجا میرفتم حجاب داشتم و خیلی مذهبی سفت و سخت بودم، از من خواست آشا که من با این وضعی که دارم با باردار بودنم برم در جلوی منبر زانو بزنم و پسرم رو تقدیم به خداوند بکنم. ولی من از خداوند هیچی نمیدونستم و فقط میدونستم که مریم مقدس هست، ولی خداوند تک تک فرزندان من رو برای خودش انتخاب کرد. و سعیدی که اونجا در شکم من حدود 8 ماه یا 7 ماه بود وقتی متولد شد غرق در این بودم که خدای فرزند من چی میخواد بشه و دیگه نگران نبودم و یاد گرفتم که به مسیح اعتماد کنم و الان میخوام همه عزیزان واقعا این اعتماد رو بر پای صلیب مسیح بیارن و بخوان که این اعتماد رو به او بدن، چون او خالق ماست، چون او معتبره، چون او به اعتبار خودش به ما اعتبار میده. پس پول، ثروت، مقام چیزی بر من نمیاره، فقط زنده بودن مسیحه که تک تک فرزندان ما رو، تمام ثروت ما رو میاد در خودش غنی میکنه، چون از بالا خالق و ثروتمنده. پس ما در اون شریک هستیم. پس امروز دلهای مهربونمون رو، قلبهای امیدوارمون رو، یا اینکه ناامیدمون رو به دستان مسیح بدیم، به حضور او بیایم و بخوایم که واقعا اون سرشته اعمال ما باشه و به ما برکت بده. اگر به این باور در مسیح باشیم، قدرت جهان خواهیم بود و قدرت زبان دیگران خواهیم بود که هر جا قدم بذاریم نور و نمک خواهیم بود و از تاریکی ها به نور تبدیل خواهند شد. شد برای سایی پس ببینید تقصیر من نبود مسیح شدم. مامانم باردار بوده، میره دستشو میذاره روی سر من تقدیم میکنه. منم به دنیا میام و 20 سالگی به خاطر اینکه مادر منم سید بودن و توی این مدت هم خیلی مسجد میرفتن و خانم جلسه بودن، منم در نتیجه خیلی نماز و نماز شب و قرآن و مسجد و معلم رو تأسیس کردیم با مامان و خیلی توی اسلام و مذهب بودم. و یه روز رفتم همون کلیسایی که مادر من قبل از اینکه من رو به دنیا بیاره، و اونجا کشیشش بارتان آبانسیان بود و پیغامی که داد عیسی خداوند. گفتم این اراجیف چیه توی این کشور میگی؟ من دایم برام اسلام شهید شده، مامانم اینجوریه، خودم از و تصمیم گرفتم ایشون رو بکشم. و همون شب اتفاق عظیمی افتاد که با شما شیر میکنم، بعد با شما در میون میگذارم، بعد از اینکه آیه‌ای رو که میخوام در موردش صحبت کنیم رو برای شما میخونم از کتاب افسوس باب 4:7 به بعد. و همونطور که صحبت کردیم، هفته بعد از عید قیام خیلی مهم هست برای ایمانداران، چرا که خدا کار خودش رو انجام داد و حالا نوبت ماست که کار خودمون رو انجام بدیم. و می‌بینیم که در همونطور که مادر اشاره کرد، عیسی مسیح متولد شد بدون پدر جسمانی. کلام خدا میگه از بالا آمد و روح القدس بر مریم باکره قرار گرفت و عیسی مسیح متولد شد و چشمان ما نور و راستی رو دید. اما دنیای افتاده با نور خدا، با اون که از بالا آمده، چه میکنه؟ اون رو میگیره، لگدمالش میکنه، تحقیرش میکنه، ریشش رو میکنه، تازیانش میزنه و مسخرش میکنه و آخر میکوبتش رو سلیب. این ما هست، این دنیای ماست و این حقیقت انسانه که حقیقت الهی رو همیشه توی چارچوب میکنه
به اسم مذهب روش مه میزنه، میبرتش دادگاه، میندازتش زندان، آخرم اعدامش میکنه. هر چهارشنبه من توی زندانش رجای شهر شاهد این بودم که بسیاری افراد رو اعدام میکردن و عناوین مختلف. بسیاری از دوستای من کشته شدن، شکنجه شدن، خانواده هاشون رو پاشوندن. خباثت کامل رو شما میتونید توی زندان های جمهوری اسلامی ببینید. اما این امتحان نیست. شاید خیلی وقتا ما وقتی نگاه میکنیم به وضعیت کشورمون ایران ناامید میشیم. نگاه میکنیم انگار خود خدا داره حمله میکنه به ایران. نیروی هوایی خدا عازم شده، ملخا میریزن ایران. نیروی دریایی خدا سه، نیروی زمینی زلزله. توی یکی دو ماه اخیر احساس میکنیم انگار خود خدا داره حمله میکنه به ایران از هوا و زمین و دریا. اما ما ایمان داریم که این انتها نیست. وقتی خدا به ما فشار میاره میخواد که ما زانوهامون شکسته بشه در حضورمون، قلبمون باز بشه تا خودش اونجا بره. خدا خدای حسودیه. خدا خدایی که فقط میخواد در قلب زندگی ما خودش اول باشه. چرا؟ چون میدونه که اون بهترین رو برای تک تک ما داره. در افسوسیان باب 4 آیه 7 اشاره به این میکنه که اما به هر یک از ما بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شد. به این جهت کلام خدا میفرماید وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برده و عطایی به آدمیان بخشید. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین آمده؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان ها رفته تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. او عطایای مختلفی به مردم بخشیده است، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهد مجهز سازد تا به وسیله بدن مسیح را تقویت نماید. آمین. زمان کلام خودش رو برکت بده. اما اونهایی که میگن میدونیم مسلمان معتقدن که عیسی مسیح از مریم باکره متولد شد، اما خیلی ها با قیام مسیح و اینکه بر قبر رفت مشکل دارن. این آیه خیلی قشنگ به ما نشون میده آنچه که از بالا آمد پایین همون است که از پایین رفت بالا. مسیح میگه وقتی من بلند کرده بشم هزاران بسیاری رو با خودم بلند میکنم. خیلی وقتا ایمان ما زیر سوال هست و ما مجبوریم از ایمان مسیحیمون دفاع کنیم و بیان به افراد بگیم که چه اتفاقی افتاد که من از اون طفل سقط شده، از اون وضعیت گناهالود، از اون وضعیت شرارت‌آمیز تبدیل شدم به کسی که امروز خودم رو مقدس می‌دونم و به قیام و قوت مسیح ایمان دارم. عزیزان سوال دارم، باید سوال کرد. من با بازجوها، حتی با قاضیمون، با زندانیا در این مورد صحبت می‌کردم. هر جا که می‌رفتم پیغام انجیل رو می‌رسوندم، چون خدا برای اونها هم جانش رو داد و اونها هم در زندان های ایمان آوردن. باور میکنید؟ بسیاری از افراد، چه توی زندان چه افرادی که توی گارد بودن، به مسیح ایمان آوردن. برمیگردیم به ابتدا. هفته بعد از قیام خداوند قیام کرد، مسئولیت رو به ما داد، اما ما رو همینطور رها نکرد. خیلی وقتا میگیم آخه برادر چطوری؟ من واقعا نمیدونم برنامه خدا برای زندگی چیه، رویایی از خدا ندارم، من زورم نمیرسه زندگی خودم رو جمع کنم، زورم نمیرسه خانواده خودم رو جمع کنم، زورم نمیرسه کلیسای شخصی خودم رو، چطوری میتونم به یک کشور بزرگ برسم؟ اما همونطور که خوندیم وقتی مسیح بلند کرده شد میگه از اون بالا عطایای خودش رو برای ما ریخت. شاید تو زندگی نگاه میکنی میبینی پول زیادی نداری، همونطور که گفتم جایگاه منصب خاصی نداری، اما یک چیز داری و اون ثروت آسمانه. زیرا خدا ما رو مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح عیسی، و خداوند این برکات و این سخاوت رو توی زندگی ما ریخته. اما چرا ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم؟ چون ما به ایمانی دوم نیز نیاز داریم. این ایمان دوم ایمانیه که برکات رو توی زندگی ما جاری میکنه. با ایمان اول ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، گناهان گذشته، حال و آینده‌مون پاک میشه. با ایمان دوم ما میتونیم در دعوتی که خدا از زندگی ما کرده قدم بگذاریم و پادشاهی اون رو ببوسیم.
دومین موضوعی که میخوام بهش اشاره بکنم، بعد از قیام مسیح همه ما خوانده شدیم تا پادشاهی و ملکوت اون رو بگسترانیم، تا پیغام نجات بخش انجیل رو به همگان اعلام بکنیم. هر کدوم از ما اینجا جایی رو داریم که فقط خود ما میتونیم بریم اونجا. بیلی گراهام نمیتونه بره اونجا، کشیش رسول نمیتونه بره اونجا، سعید نمیتونه بره اونجا، هیچ کس، فقط خود شما. هر کدوم از ما هیته رو خدا به ما سپرده که ما میتونیم اون منطقه رو هیچ بکنیم. اگر این کار رو بکنیم برکتش رو خواهید دید، خواهید دید روح القدس جاری میشه و معجزات اتفاق میفته. من چند تا از این شهادت ها رو به شما میدم، اما چند نفر واقعا میخوام دستشون رو بلند کنن اینجا ایمان دارن که وقتی ما در مسیر گسترش و پادشاهی خدا قدم میگذاریم، خدا با آیات و معجزات عمل میکنه. میخوام دستا رو ببینم. آمین. خب همه قبول کردن، پس من دیگه نباید بازم قیام مسیح و بعد از اون تا به پنتیکاست، خداوند اولین موضوعی رو که دائم به شاگردان بیشتر میکنه در اورشلیم و در دعا بمانید. وقتی ما در دعا میمونیم خداوند کارهای بزرگی میکنه. من یکی از شهادت های زندانم رو میخواستم بگم، اما قبل از اون تشنه نگهتون دارم در مورد شهادت ایمانم. اون روز رفتم کلیسا، کشیش گفت عیسی خداونده. من گفتم آه اینجا از این خبرها نیست، اینجا ایرانه، ما انقلاب اسلامی کردیم. و تصمیم گرفتم کشیش رو بکشم. از کلیسای جماعت ربانی مرکز تا خونه ما که سمت پارک ملت بود شاید نزدیک 5-6 ساعت پیاده بود، حالا شاید ساعتاشو درست ندونم. و داشتم روی این تمرکز میکردم که چطوری این کار رو انجام بدم. و چون من از 14 سالگی اومده بودم توی مدرسه‌م، اون برنواش رو شستشو مغزی داده بودن، خواستم من بفرستم اسرائیل کارهای خاصی بکنم. و شخصیت جدی داشتم تو همون جوان کمتر بودم. اما نکته که جالب بود نمیتونستم تمرکز بکنم، میخواستم یه کاری بکنم ولی افکارم به هم ریخته بود، تا اینکه همینطور من شروع کردم گریه کردم، اشک از چشمام جاری شد و هر جا که همینطور میرفتم توی خیابون ولیعصر همه به این نگاه میکردن، میگفتن این خود دیوونه است، چرا اینجوری. تا اینکه رسیدم به خونه، رفتم روی تخت، در اتاقو بستم و اون روز شاید بتونم بگم متزلزل ترین لحظه زندگیم بود از لحاظ معنای اعتقادی و فکری. این لحظه گفتم خدایا هر دوش مسخره به نظر میاد، یهو تمام بار اعتقادات من در هم شد. گفتم قرآن که این همه من خوندم همش حرف از خشم، خدا خشمینه، جهاد، بزن بخش، مسلمان همش جهاد، بمب، خونریزی، ما میگیم کامل ترین دینه ولی چرا نتیجهش و میوه‌هاش اینه. از اون بر رفتم کلیسا، میگن یه انسان که پیامبر بوده، حالا هرچی خوب عالی، ولی کردنش خدا مثل 2000 سال، 5000 سال پیش که گاوو میپرستیدن جلوش میگن هللویا میپرستیمت، هر جفتش به نظر من احمقانه میرسید اون موقع، جهالت بود. و فکر کردم دعا کردم، اما یادم میاد اون روز خیلی صادقانه رفتم در حضور خدا و زانو زدم و گفتم خدایا این انجیل، این قرآن کدومش حقیقته، به من نشون بده، من دیگه واقعا نمیدونم چیکار کنم. کم آوردم، 20 سالم بود، شب خوابیدم، ساعت 2 شب صدای من رو بیدار کرد و گفت سعید من دارم میام برو پیغام انجیل من رو همه اعلام. از خواب بیدار شدم، توی اتاق بودیم با برادرم، توی تخت دیگه نه توی خواب، بلند شدم دور و بر نگاه کردم، دیدم برادرم خوابه، در اتاق بسته، تلویزیون، رادیو همه چی خاموش، ولی من یه صدای شنیدم ولی هیچ تصویری ندیدم. چه عجیبه، مثل خواب نبود، همیشه توی خواب آدم تصویری میبینه. گفتم شاید یه نوع جدیدی از خواب دیگه، گرفتم خواب. 2 ساعت بعد دوباره همون صدا، سعید من دارم میام، برو پیغام انجیل منو به همه اعلام کن. بیدار شدم، بعد دیدم که نه، مثل که اوضاع جدیه. من 20 سالگی عاشق دخترش آشوری شده بودم به اسم نایلا، اونم گذاشته بود رفته آمریکا، شکست عشقی، شب 4-5 ساعت گریه می‌کرد.
افسردگی شدید، شاید خیلی از جوانان تو ایران الان این مشکل رو دارن، مثلا 20 سالگی من. و گفتم ببین من افسردگی داشتم، دپرشن، افسردگی ادامه پیدا کرده، تبدیل شده به توهم شنیداری، اسکیزوفرنیا، پارانوی. من صداهایی دارم میشنم که واقعیت نداره. باید فردا حتما برم پیش روانپزشک. کارم از روانشناس هم گذشت. حتی رو کشیدم رو خوابیدم. 2 ساعت بعد میدونی چه اتفاقی افتاد؟ خب من بچه که بودم یادم زمان جنگ، بمبا، موشک ها، خونه ما هم بغل همون کلیسای مرکز بود، یه موشک خورد اونجا منفجر نشد، به چشمم دیدم که اگر منفجر شد اون کلیسا میرفت تو هوا و منم شهید شده بودم تا حالا. ولی 2 ساعت بعد یهو با صدای انفجار از خواب پریدم، احساس کردم این موشکی بمبی تو اتاق منفجر شد. وقتی از خواب بیدار شدم یه نور عظیمی توی اتاق هست که میلیون ها برابر درخشانتر از خورشید. و دوباره همون صدا به من گفت سعید من دارم میام، برو پیغام انجیل منو به همه اعلام کن. تمام بدنم شروع کرد لرزیدن، تیشرتم به عرض 1 ثانیه خیس عرق شد و همینطور میلرزیدم. و از ترس، نه از واقعا فهم، از ترس و حضور رو نمیتونستم تحمل کنم. برای اولین بار توی زندگی حضور مهیب و قوی خدا رو تو زندگی احساس کرد و میخواستم از زندگی بره بیرون. یادتون میاد پتروس وقتی مسیح ملاقات کرد پرید توی آب، نمیتونست تحمل بکنه. فقط چون گفتم میخواستم بره گفتم آمین. و وقتی گفتم آمین تونستم توی نور رو نگاه کنم و دیدم مسیح وسط این نور بود و از بغل به من نگاه کرد. و بعد رفت روی کوه که زندان ادین زیر همون کوه خونه بابا اینا 5 دقیقه از ادین فاصله داشت. و دیدم با قدمهاش روی کوه را رفت و بعد ناپدید شد توی ابر. بعد از اون مثل یه مرده من افتادم روی تخت، چشمام بسته شد و فیلم تموم شد. اینجا خوابم بود. فردا صبحش وقتی بیدار شدم دیدم که من از اسرائیل متنفر نیستم، دیدم از اون کشیشه دیگه من متنفر نیستم، از مسیحی ها بدم نمیاد چون احساس کرده بودم اون دختر آشوری مسیحی به من ویل کرده بود، از یهودی ها دیگه بدم نمیاد و همه آدم ها رو به شکل تازه دوست دارم و میخوام به این عشق رو بهشون اعلام کنم. فردای اون روز شاید خیلی فرزند مطیعی برای با مامانم نبودم، باید اینا شهادت بدن، ولی از فردای اون روز من انجیلم رو برداشتم رفتم تو خیابون ولی هست. سلام، خوب هستین؟ حال شما خوبی؟ من میتونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بفرمید. آدم های غریبه تو خیابون. این اتفاق برام افتاده، عیسی مسیح خداست، داره برمیگرده. مردمی خولی تو دیوانی روانی و بعضی موقع تو همیز خیلی کوچولی باید بفهمی قرآن خوندی آقا، بعد دیگه کلی تهدید و نمیدونم کتک خوردم و مسخره شدم. یه دونش خیلی جالب بود، یکی گفت آقا میدونی چیه؟ اون دفعه دوم این تمرینه که میگی توهمه، بازجوی اطلاعات هم به من میشون بود کلت خورده به سنگ، اینو همش توهمه. اون قسمتی درسته که اون دفعه دوم که صدا رو شنیدی گفتی من اسکیزوفرنی شدم توهم باید برم، اون قسمتش درسته، تو باید بری حتما میشه روان بزش، بقیهش همهش خالی بندیه. خب چه اتفاقی بر من میفته؟ میرم میبینم هیچ نتیجه ای نمیام، هیچ اتفاقی نمیفته. برمیگشتم تو اتاقم خسته گفته و خدا من اینجا ایرانه، اینجا که آمریکا نیست که بگی هر جا بری بگی عیسی مسیح هم بگن آفرین هللویا. اینجا هم فکر کنم کامل ترین دین رو دارن، میخوان اصلا رهبر دنیا بشن، اصلا اینا خیلی کلش. روح القدس میدونید به من چی میگو؟ کسی میتونه اینجا کمک بکنه حدس بزنه؟ نور بر تاریکی دیروز است. نور بر تاریکی دیروز است. دیگه نترس با من. Don't give up. ادامه بده. کم نیار. ادامه بده. باز من میرفتم تو خیابون بشارت میدادم و من میگفتم دوباره بعد یه ماه دو ماه فکر میکنی چه اتفاقی افتاد؟ نه اینقدر آزاده یا کسی رو نمیگیرن که چه اتفاقی افتاد فکر میکنی؟ نه هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از 2 ماه 3 ماه من میومدم خونه خسته، خدای این جواب نمیده، اینجوری که نمیشه چی کار کنم؟ روح القدس میگه دون گیو ادامه بده.
ادامه بده، ادامه بده. شاید این پیغام برای تک تک شماست. وقتی خدمت رو شروع میکنید، وقتی بیزینسی رو شروع میکنید، وقتی رابطه رو شروع میکنید، میرید و به مشکلات میخورید، میبینید نه جواب نمیده. خدا میگه کم نیاد، ادامه بده، من با تو هستم. اگر رویایی از خدا داری، اگر من خوندمت، اون تأخیر نخواهد کرد و در زمانش رویای خداوند اتفاق خواهد بعد از چند ماه 3-4 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن. حالا مگه من جرأت دارم به مام بابام بگم مسیحی شدم؟ اصلا ما کتاب مقدس داریم، نه کلام، نه دانشگاهی، نه بایبل استادی، کتاب آموزشگاه، کتاب مقدس، هیچی که لیسان به زور رو آمون میدادن. چوری کرد توی پارک نزدیک خیابان مدرس و میرداماد، اونجا یه پارک، شبا تا صبح آیه طلایی رو به اون 3-4 نفر گفتم. آیه طلایی چه رو شروع کردیم دعا کرد و این آیه طلایی من، پادشاهی او رو مورد هدف قرار دهید، بقیه چیزها سراغ شما خواهد آمد. من گفتم بچه ها ما در مورد نیازهامون دعا نمی کنیم، خواسته های خودمون اینا همه رو خدا می دونیم. ما میان دعا می کنیم که پادشاهی و ملکوت خدا تو ایران انجام بشه. شده 1 سال، شده 2 سال، شده 10 سال، انقدر دعا می کنیم تا آسمان ایران باز بشه. ما هر روز هر شب می رفتیم 12 شب تا 7 صبح توی خیابون، توی اتوبان، 3 تا شلوار می پوشیدم، 2 تا کلاه، 2 تا کاپشن، و شروع میکردیم برای نجات کشورمون ایران دعا میکردیم. 20 سال پیش شروع میکردیم خداوند آسمان ایران رو باز کن، خداوند هر لعنتی رو، هر خونی که ریخته شده، هر لعنتی که از اسلام اومده، هر خونی که ریخته شده توی این کشور، هر خیانتی که شده، همه رو میشوریم، پاک میکنیم. خداوند به لیاقت خون عیسی مسیح ایمان داریم تو خداوندی، و اینو تو زندگی مردم هر شب وقتی خواب بودن ما اعلام میکردیم. اونا خوابیده بودن، اما روح خدا، آتش خدا ما رو بیدار نگه داشته بود و تا صبح ما در دعا، در زبان ما، در کلام، در پرستش براشون می‌جنگیدیم. و میدونید بعد از چند وقت چی شد؟ 5 نفر شد 50 نفر، 50 نفر شد 500 نفر، 500 نفر شد 1000 نفر، و تو 100 تا کلیسای خانه، تو 30 تا شهر ما کلیسا تشکیل دادیم در عرض 2 سال، و خداوند تو همه قسمت ها جلال و قوتش رو رسید. عطای خدا جاری شد، کلام نبوت، کلام علم، و اخراج ارواح شریف، صدها دیو زده اخراج شدن، بسیاری نجات پیدا کردن، به زبان ما صحبت کردن، از روح القدس پر شدن، و خداوند ناجیان به کلیسا افسود. و هر روز ما شاهد بودیم که زندگی مردم تغییر میکنه. یه روز وقتی رفته بودم تو میدون ورنگ داشتم بشارت میدادم، یه پسری رد شد با ماشین، من یه لحظه اینو دیدم و گفتم خداوند چی میشد این ایمان میاد. با ماشینش رد شد و رفت دور زد تو میدون، دوباره اومد گفت من میخوام تو رو سوار کنم، بارون بود من برسونم تو اون ور، آب جمع شده بود تو میدون ورنگ، من نمیتونستم. گفتم خدا من برای دعا کردم 10 دقیقه پیش، دوباره برگشتی، عیسی مسیح با تو کار داره و خدا میخواد زندگی تو عوض کنه. او زد روی ترمز. چی گفتی؟ من دیشب دم کلیسا بودم، میخواستم خودکشی بکنم و تو گفتم خدا یه نفر رو برام بفرست. من الان 20 خورده سالمه، تو تمام زندگیم هیچکی نیومده در مورد عیسی مسیح حرف بزنه، تو فرداش اومدی اینو میگی وای خدا من همین الان میخوام قلبم رو بدم زیر و بعدش همون میگی و هزاران شهادت مثل این اتفاق افتاد. اما این انتهای داستان نیست. من نمیدونم چند دقیقه وقت دارم. وقتی ما در کار خدا مشغول میشیم، شیطان هم این کار نمیست. پس شد 3 مرحله. 1، عیسی مسیح اومد، هر آنچه که نیاز بود پرداخت کرد، مرد از مردگان قیام کرد، بر دست راست خدای پسر نشسته. 2، ما میایم پوزیشنمون رو میگیریم، کار خدا رو انجام میدیم و معجزات، آیات، قوت ها اتفاق میفته. اما 3، یه نامرد اونجا هست، یه مدعی برادران، یه کسی که قسم، دشمن قسم خورده است که اومده که بکشه، نابود کنه، غارت کنه، از بین ببره و به تک تک ما کینه داره و اون هم بیکار نشسته، شیطان. و خب توی مدتی که من پیغام انجیل رو اعلام میکردم، کلیساها گسترش پیدا کرد، نزدیک 12 بار من دستگیر شدم و شما نه خبر آخر رو شنیدید که توی به خاطر اون موقع شهروند آمریکا بودم و توی شیراز، توی رشت، توی تهران، توی شهرهای مختلف وزارت اطلاعات من رو بازداشت کرد و بازجویی‌ها و بعدم در انتها افتادم زندان.
روزی که من رفتم زندان، قاضی من آقای پیرعباس که حتما میشناسید شما، اون سه تا خبیث که هستن توی ایران که حکمای اعدام میدن جوانا رو عین چی میکشن، و صلواتی، پیرعباس و مقیسی. پیرعباس اومد توی دادگاه و گفت سعید ما هر کاری کردیم تو رو استاپ کنیم نمیشه. 12 بار گرفتیم، به کلیسات گفتیم، به شبانات گفتیم، این در اون زن استاپبل نیست، اصلا غیر قابل، هیچ راه دیگه نره بندازیم این زندان. گفتم عیسی مسیح خدا من. قاضی قبلی من به من گفتش که تو تا حالا هزاران مسلمان و مسیحی ما هزاران بار تو رو اعدام دور قدس همون لحظه کلامش رو گذاشت روی زبانم و گفتم من از اینجا با آزادی میرم بیرون. اصلا میشه گفت چی میگی؟ تو میدونی داری به کی؟ من هر هفته اینجا امضا میکنم، میبرن اعدام میکنم، تو چی میگی؟ گفتم شما هیچ قدرتی بر من نداری و من از اینجا بیرون خواهم رفت و پیغام انجیل رو اعلام خواهم کرد. گفت ببریدش. این دو سه تا حرف بعدم زد و منو برد از زندان سلول انفرادی. اومدم تو سلول انفرادی، خب منم حالا هم دیگه برنده بشن نکنه، من بچه دارم، فلان، خانواده، این بالاخره اونا به من نیاز دارن، چیکار؟ یه خورده شک و استرس من خورده. رفتم شکم زانو زدم. پام که رسید رو زمین سلول انفرادی، روح القدس گفت زنده بمونی، بیرون میای و پیغام منو همه جا میری اعلام کنی. آمین. خب این استرس من رفت. راستش رو بگم نه عجیب بود وقتی اون در آمنی رو با چشمن پشتت میکومن یه لرزش که وجودت ایجاد میشه. خب کاری که کردم شروع کردم ساعتها دعا کردم. زندان ما سلیل انفرادی 4 قدم ما میتونست بریم 4 قدم برگرد و خب من همتون شروع میکرم که خداوند من از اینجا بیار بیرون نجات بده فنم تبی و آیایی که تا اومد دست میومد یادم چون کم زبان ها سرود و هر چی سرود روحانی بلد بودم پلیر میزدم میخوندم میخوندم. بعد یه یه جا دست بزنم رو دیوارا شاید باز بریزه، شاید در باز بشه، دست بزنم دعا دعا کرد نه باز نمیشه در خفتنم شد و حتی شروع کردن دعا کردن دعا کردن و حضور خدا اومد. دوباره روح القدس با من صحبت کرد، برای خود دعا میکنی، برای دیگران دعا آقا من میگی من اونجا احساس با از خدا خوش شد، تو نمیفهمی اینجاره چی کار میکنی من فلان همین شروع کردم توی شک یه مقدار قدم گذاشتم و نه اینا میخوام منو بکشن. شروع کردم با خدا کلنجار رفتن. چند نفر اینجا با خدا همین الان تو زندگیش داره کلنجار میره؟ آفرین بر شما، شما هم تمام شما تمام شد خدا شد خداشون. شروع کردم با خدا کلنجار رفتن. نه واقعی هر شب اینا می اومدن آدم ها رو می ریختن پشت زندان من، می زدن دست پاشون رو می شکستن، اینا عربده می زدن می تا خوارتون میاد اینجا تجاوز می کنیم. خدا خیلی وضعیت وحشتناک بود. اذانشون این اسپیکر اذانشون می آوردن دم در اتاق من، صداشون می بود، اینا که تو بانت می خوندن تو خیابونا صدا اذانم روزی 4 بار 5 بار بلند می کرد مستقیم سلوینا. و میگفتم زندانی خواستی هیچ کس هم حق نداشت با اون حرف بزنه. و بعد شروع کردم همینطور برای نگران برای زندگی خودم. من مطمئنم همه ما این وسوسه تو زندگی ما میاد، هر روز نگران زندگی خودمون میشه، نگران خدمت خودمون میشه، نگران پرداخت صورت حسابای خودمون میشه، هممون این استرس میاد. و بعد شروع میکنیم که اونا دعا کردن، ولی کلام خدا میگه آنکه پادشاهی مرا مورد هدف قرار دهد بقیه چیزا سراغش میاد. این وعده کلام خداست، آیه طلایی زندگی من. این بارها تو زندگی تجربه کردم و خب منم مثل بقیه شروع کردم و برای نیاز شخصی دارم میکشنم. شاید اون لحظه آخری نیازمندترین آدم روی زمین بودن، نیازمندترین آدم رو روح القدس میگه برای خود دانم برای دیگران دارم. من از خدا هستم آمشون خوش خیلی دوست داشتم ولی از اینجا با مشکل داریم مثل اینکه یه خود داستان عوض شد و باز همینطور ادامه داد رو آقادوز. گفتم خیلی خیلی نمیشه دیگه. بعد از کردن گفتم شروع کنم به آدمایی که دوستشون دارم دعا میکنم. من آمریکا رو خیلی دوست دارم، از بچگی رویای اومدن آمریکا و
کلیسای آمریکا هم همیشه از روز اولی که من اومدم آمریکا به من خیلی لطف و محبت داشته و شروع کردم برای آمریکا دعا کردم. این رو باز چی گفت؟ برای اونایی که دوست داری دعا نکن، برای کسی که دوست نداری دعا. حالا اینو من بعضی وقت کلیسا میکنم اونها جوک و خب من فوتبال بازی میکنم بعد من از برزیل متنفرم. بازی فوتبالش رو خیلی خوبه دیگه، نه اصلا نمیشه بردش و خدا گفت برای برزیل دعا کن. بابا اینا من اصلا بعدم یه اصلا فوتبال نمیشه اینا رو برد، اینا اصلا یه عجوبه ای هم خدا. ولی خدا گفت برای برزیل دعا کن. خیلی واضح روح القدس توی سلول که هیچ کس نیستش با من صحبت. من هم مثل این بچه هایی که قر میزنن نمیخوان صبح برن مدرسه مثلا با ماشین خیلی اوکی شروع کرد دعا کرد. وقتی شروع کرد دعا کردم حضور خدا اومد، حضور خدا اومد. بعد من در روح میدیدم که داره زندگی میلیون ها نفر اونجا مست میشه و حضور خدا داره با دعای من جاری میشه روی زندگی خیلی آدم ها. ساعت ها دعا کردم. خب ما توی زندان سلول انفرادی چوش شاید 24 ساعت هم 21 ساعت نانستا دعا میکردم. اون چهار قدم فقط ما شما شب 2-3 ساعت اگر بخوابید خیلی وضعیت روانیتون خوبه. بیشتر 3-4 ساعت تو زن سلول انفرادی رسول جا آماده باشه اگر رفتی بیشتر 3-4 ساعت نمیتونی بخوابید. خود این مغز تو شروع میکنه شش همینجا کار کردن، بعد اینا وارد هم کارهایی میکنن روانی سر سر صدا در کلان شکنجه ها صداش هم بعضی هاشم علکی بعضی هاشم واقعی که تو رو مسترب کنن. و من شروع کردم دعا کردم 21 ساعت مثلا در روز ماه هم انفرادی بود و حضور خدا همینطوری من قرد شده بودم. میرخصیدم توی سلول واسه خودم هللویا جلال بر من پیروزی هست آزادی هست همینطور تمام سرودها رو شروع میکردم خوندن. در باز کردم بیا ملاقاتی داریم. رفتم ملاقاتی، یکی از بستگانم اومد و گفت سعید من میخوام یه چیزی بگم شارژت کنم برکت بدم. گفتم چیه اینا؟ پشت شیشه پشت تلفن گفت دیشب ساعت 8 شب 30,000 تا کشیش تو برزیل داشتن برای دعا. واو جالب نیست کار کنم. تو توی زندان ایزوله ای، هیچ ارتباطی با بیرون نداری، هیچ کلام هم نداری، هیچ خودتی و خودت و خودت و تمرکزت رو نیازهای شخصی ته. ولی روح القدس اونور 30,000 تا کشیش رو بلند کرده بود توی کنفرانس کشیش ها داشتن برام دعا میکرد. این پیغام برای تک تک امروز ماست. جالب نیست من داشتم با خدا کلنجار میرفتم که نه برای کسی دعا نکنم، برای خودم دعا کنم. خدا از این بچه تو یه نفری یه دونه دعا مثلا چی میشه؟ من 30,000 تا کشیش اینجا دارم اول از آمو زدن دارم دعا میکنم. چقدر از ما تو زندگیمون وقتی میان و همش خودمون ببینیم، نیازهای خودمون رو میبینیم، فکر میکنیم با قدرت خودمون میتونیم یک کار بکنیم، با قدرت خودمون میتونیم کلیسا شروع کنیم، با قدرت خودمون میتونیم ایران آزاد کنیم، با قدرت خودمون میتونیم بیزینس خوبی شروع کنیم، با همش منم منم منم. اما عیسی مسیح تمام منیت ما رو روی صلیب میخواد با خودش مصلوب بکنه، چون اون برای ما از آسمان ثروت داره. آمین. خداوند ما رو مبارک ساخت به هر برکت روحانی. این هر وقت وقتی شما میخونیم خیلی راحت ازش رد میشیم. من کتاب تفسیر افسوسیان رو هر وقت اینو من تدریس میکردم به هرش میرسیدم به بچه هم گفتم اینجوری بخونم، زیرا خدا ما رو به هر برکت روحانی متبارک. این هر همه عمقها رو همه عباد رو در بر میگیره. هر وضعیتی که هست تو هر شرایطی که هستی، نو ایمانی، بی ایمانی، کم ایمانی، لغزش خوردی، تو هر وضعیت این صلیب بازه برای شما. این هر و برکت بازه برای که شما رو برکت بده و بتونه روی پاهای روحانی تو مستحکم کنه و بیستان و اون وقت اون قوت رو از اعلی خواهید یا و شاهدان عیسی خداوند خواهید بود در احسای جهان. و اون وقت میبینید که جلال خداوند تو زندگی شما انجام میشه. خیلی این موضوع جالبی بود برای من وقتی من داشتم کلنجا میرفتم که خودم برای خودم دعا کنم. اما خدا من 30,000 لشکر داشت. تو زندگیت هم همه همین اگر داری فکر میکنی فقط کافیه توی بدن مسیح جا میفتی، نقشه و برنامه خدا رو تو زندگی پیدا کنی، زانو بزنی در حضور خدا و از خدا بخوای
1. من میخوام پادشاهی تو رو بگسترانم. شماره 2. مسیح کارش رو انجام داد. کار من، وظیفه من. به من نشون بده توی این کلیسا برنامه من چیه؟ توی این شهر برنامه من چیه؟ توی این کشور برنامه من چیه؟ پتانسیلایی که به من دادی من چطور به کار بگیرم؟ و خداوند سریع دعا رو اجابت کنه. سریع، چون مسئلت دل خداست. دل خدا و نقشه و برنامه خداست برای شما و ما رو آفریده که در اون نقطه قرار بگیریم. وقتی در اون نقطه قرار بگیریم تمام چیزها سراغ ما میاد. آمین. با هم برای ایران هم دعا کنیم رسول جان و به خصوص برای زندان بلدان هست. خیلی از بیستیم با هم دیگه. خیلی از افرادی که من برای استفاده شما با ما باشی. خیلی از افرادی که توی زندان پیغام انجیل رو شنیدن ایمان آوردن. ده ها زندانی سیاسی مذهبی عقیدتی به مسیح ایمان آوردن و افرادی هم که توی گار بودن و اونها هم ایمان آوردن و اینا هنوز خیلیاشون تو زندان هستن و هنوز آزاد نشدن. بعضیشون حکم ابد دارن و خود زندان هم میدونه که اینا ایمان آوردن. خیلی قوی ایستادن و اعلام کردن ما به مسیح ایمان آوردن. و یکی از این افراد من میخوام امروز برای اولین بار بگم کی هست. نمیدونم چند نفر از شما فیلم ارتفاع پست رو دیدید که جمهوری اسلامی ساخت و یک هواپیمای با خانواده فرار کردن و میخواستن از ایران برن اسرائیل هواپیما رو نشونن. فیلمش رو حاتمی کیا ساخت. خانواده هردانی از اهواز هستن. تمام این افراد به مسیح ایمان آوردن. و خیلی افراد دیگه. من خواستم که تمرکز کنیم روی زندانی‌ها امروز و این افرادی که توی زندان ایمان آوردن و حضور و مست خدا رو بفرستیم و این درها باز بشه و اینا رو خدا به کلیسا اضافه کنه. آمین. خواهش می‌کنم حالا که در این ارتباط هستیم لحظه دستای هم دیگر هستیم. ما اینجا دستای هم دیگر از امیر عزیزم می‌خوام که لطفاً ایشون دعا کنن و برای کشور عزیز ما ایران، برای زندانی‌ها، زندانی های مسیحی و هر باورمندی و زندانی های سیاسی و هر اندشه که وارد زندانشون کردن که خداوند مطابق فیضش اونها رو آزاد کنه، نظام اسلامی رو سرنگون کنه و کشور عزیز ما ایران رو به ما بده. شکر. همین روز تو کلاس درسی نداشتیم راجع به همین شهادت و نکته‌ای که توجه کنیم توی صحبت های سعی جان، اگر امروز که آزاد هستیم وقت نذاریم دعا کنیم برای ایران، برای ایرانی، خداوند ما رو در شرایط زندان قرار میده تا هیچ کار نداشته باشیم اونجا دعا کنیم. یعنی میخواییم بریم تو باید اینجا دعا کنیم. یه خداوند بزرگ، خداوند قادر مطلق، یهوه، تو را می‌پرستیم با تمامی فکر، تمامی جان، تمامی وجود. ستایشت می‌کنیم، نه به خاطر ترس، نه به خاطر یک سری شریعت، بلکه به خاطر اینکه در مسیح ما آزادیم تا آزادانه تو را بپرستیم. شکر می‌کنیم به خاطر عیسی مسیح که از آسمان، از اعلای اعلایی به روی این زمین آمد تا بر روی صلیب جانش رو برای تمام تک تک ایرانی ها و تمام مردم جهان دعا کنه، جریمه گناهان ما رو بده، بمیره، در اون قبر گذاشته بشه و بعد از 3 روز از مردگان با اراده پدر مسیح زنده هستش، در دست راست تو نشسته است و قدرت زمین و آسمان ها به اون شده. بابا جان شکر، شکر، شکر برای اینکه تو از مرداب ها به وجود میادی، زیبایی به وجود میادی. تو خدای تبدیل هستی، خرابی ها رو آباد میکنی، مرده ها رو زنده میکنی، کارهای شیطان رو نقش براب میکنم. شکر میکنم که نجات رو به سعی جان دادی، به خانوادهش دادی، این فرصت رو دادی که نیاد باب تو
بلکه بر روی زمین باشه تا شاهد تو باشه. آمین. تو رو شهادت بده. مرسی برای وجودش که تو استفاده کردی امروز قوتی نو رو بر روی کلیسای خود کلیسای پرد و مرسی که از طریق او غیرت‌های ما رو روشن کردی تا یک بار دیگه به یاد بیاریم که زندگی مسیحی فقط اومدنهای یک شنبه و نشسته روی صندلی نیست. زندگی مسیحی زندگی بشارت به توست. زندگی مسیحی زندگی برای توست و زندگی مسیحی برای اینه که ما با قدرت روح القدس از همین جایی که هستیم زنجیرهای اسارت شیطان رو از فامیلمون، از ملتمون و از ایران بشکنیم و بریزیم. همین الان که اینجا ما داریم دعا میکنیم برای ایران و ایرانی، مطمئنم اشخاصی مثل شرایط سعید هستن که در زندانهای انفرادی اونجا دارن میگن که هیچ کس دیگه به یاد من نیست، ولی ما امروز اینجا جمع شدیم که برای اونها دعا بکنیم. خداوند بزرگ، همونجور که ما رو از اسارت شیطان آزاد کردی، در نام عیسی مسیح میخوام که ایران و ایرانی رو از اسارت شیطان آزاد بکنیم، کشور ایران رو آزاد بکنیم خداوند بزرگ، و حکومت ایران رو مثل دیوار ایها در هم بریزی بشکنیم و حکومت مسیح رو در اونجا برقرار کنیم و ما پرچمداران تو در اونجا بشیم و نام مسیح رو برافرازیم. دعا نمی کنم که فقط ایران و ایرانی نجات پیدا بکنن و مسیح رو بشناسن، نه تنها این خواهش رو از تو میکنیم و این رو از تو میگیریم، بلکه دعا میکنم که هر ایرانی در ایران خداوند و مملکت ایران سفیران تو باشن برای خاورمیانه و تمام خاورمیانه رو با مسیح و نجات در مسیح آشنا کنم. دعا میکنم ای خداوند بزرگ، برکت تو با با مادرش، با خانوادهش، با فرزندانش باشه ای خداوند بزرگ. این غیرتی که بهش دادی که بعد از این سختی ها بیسته و نام تو رو جلال بده، میخوام این غیرت رو وسعت ببخشی، برکت ببخشی خداوند بزرگ، و این صدایی که از تو میشنوه رو ای خداوند میخوام بیشترش کنی تا رویاهای بیشتری رو از تو به دیگران برسونه. نام تو رو در هر جایی که میره با رفتارش، زندگیش و شهادتاش جلال بده. تو را جلال میدیم از حال تا ابدالآباد، چون که تو شایسته جلال هستی. در نام یهوه عیسی مسیح و روح القدس دعا کردیم. آمین. آمین.